خیلی عجیبه. چرا دوباره از خوش رفت؟ این دفعه سومی چی اینطور میشه؟ اصلا میدونی مورا، موندن اینجا هیچ فایده ای نداره. بهتره تا پرستار نایمده بریم. آخه میخواستم ازش بپرسم کدومشون اونو به این روز انداختن. باید باهاش صحبت کنیم. آره راست میگی، اما فکر نمیکنم با این حالی که داره بتونیم باهاش صحبت بکنیم. بی بریم با. بده ببین چی میگم. کدومشون تو رو اینطور کردن؟ حرف بزن. پرستار اومد. شما که هنوز اینجایید اگه دکتر به صحنه دعواتون میکنه. الان نمیریم. خیلی خوب، پس خواهش میکنم تا دکتر نیومده زودتر بریم. حیف که خوشگل نیستی، ولی دو سه روز میومدم اینجا ناخوش میشدم. بیا بریم، بچه ها منتظرن. امان از دست این جوونا که هیچی سرشون نمیشه. بریم. ساعت 11 است. پس چرا نیومد؟ خب، هیچ کدومشون نیومدن بیرون؟ نه، هنوز که بیرون نیومدن. الان هم یکی دیگهشون رفت اون تو. داستی از حسن چه خبر؟ بیچاره حسن حالش هیچ خوب نیست. دلم واسهش میسوزه. حرف که ما نبودیم. اگه ما رو اینجا ببینن بیرون نمیام. بریم بچه ها. خوبه سبشه رسیدیم ها.
ولی به عقیده من مردونگی نکردی از خراب. بچه ای. پسرا فقط زورتون به یه نفر میرسه؟ راستی که خیلی مردین. خب بعد آخه بگو چرا این کارو کردی؟ مگه اون به شما چی کار کرده بود؟ چرا این بلا رو سرش آوردین؟ ها؟ خب چی میخوای بگی مقصود در این حرفا چیه؟ حالا که تنها نیستی. پاسبانهای که از اونها رو گرفتم الان که ما رو لو بدن اما تقصیرها به گردن ما بیفته. کدومشون رو گرفتم؟ به نظرم همون پسر بیمعرفت رضا رو گرفتم. پس بهتر دست جنگ بریم کلمتری خودونو معرفی کنی. راستی که تو خیلی ترسو هستی. اگه خیلی میترسی میتونی خودت تنها بری. من از هیچ کس نمیترسم. خب بسه، فعلا بیاییم بریم تا ببینیم بعدن چی کار باید بکنیم. یالا زود سوار شید. خیلی خوب باشه، بریم. نفس بکشنم شدیدتر. ها خب چیه؟ دکتر چرا حرفه میزنی؟ مگه نتیجه خیلی مایوس کننده است؟ نتیجه هرچی که میخواد باشه، چند ماه دیرتر یا زودتر برای من فرقی نمیکنه. مرگ برای همه وجود داره. اینطور نیست دکتر؟ بیا بیا دکتر که در این دنیا چیزی از این بهتر وجود نداره. بخور. بیا. متشکرم. سلامتی. چی شده؟ دیگه با ما مشروب نمیخوری دکتر؟ ببین جانم، تو باید بهتر از اینا منو شناخته باشی. مگه این اولین دفعه ایه که ما میخواییم با هم مشروب بخوریم؟ ما یک عمریه که هم دیگر رو میشناسیم. در این مدت چند دفعه ما با هم مشروب خورده باشیم خوبه. اون وقتا خیلی جوان بودیم، میتونستیم این کارا رو بکنیم. اما حالا هر قطره ای از این مشروب از زهرم برای ما بدتره. آخه من دکتر تو هستم. خیلی خب، قبول کردم. تا حالا خیال میکردم که با هم رفیقیم، حالا فهمیدم که فقط دکتر منی. اما دیگه از من گذشته. اینطور نیست دکتر؟ نه، اشتباه میکنی. هنوزم دیر نشده. تو میتونی سلامتی تو دوباره به دست بیاری، به شرطی که از اینها صرف نظر بکنی. خب من مرخص میشم دیگه، ولی باز هم بهت تاکید میکنم که فکر سلامتیت باشی، چون همونطور که گفتم هنوز اونقدرها هم دیر نشده. گفتی دیر نشده؟ ولی خیلی چیزا هست که خیلی دیر شده. برفرض از این کارم صرف نظر کنم، زندگی برای من چه ارزشی داره؟ آخه دیگه به چه میگی من میتونم زنده باشم؟
اگر فکر خودت نیستی فکر پسرت باش، او به تو احتیاج داره. کیه مراد تایی؟ یا تو؟ سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ احوال شما چطوره؟ مراد خان پیش ما نمیاد؟ خب من دیگه مرخص میشم چون کار دارم. بفرمایید. ده سلامه. یادت نره حتما پیش من بیا. همین روزا یه سری بهتون میگم. خیلی خیلی خوش آمدی. کارم داشتی؟ چه عجب بابا جون، کجا بودی؟ تو کوچه ها، تو خیابونا. میخواستی کجا باشم؟ باز شروع کردی به مزخرف گفتن؟ شنیدم که دیروز باز دعوا مرافع رو انداختی. حالا عصبانیشو بابا سب کن، علتشو بگه. عجیبه. عجیبه. مگه علتی هم برای دعوا وجود داره؟ پسر مگه خدا به تو عقل نداده؟ مثل اینکه نمیخوای آدم بشی. پدر شما اصلا به من مهلت نمیدین که حرفمو بزنم. بذارین قضیه رو براتون بگم، اون وقت هر کاری که دلتون خواست بکنید. شما نباید هر چیزی که دیگران میگن باور بکنید. بازم پای دیگرون رو وسط میکشی. اگه تو دعوا میکنی مردم چه تقصیری دارن؟ اونا فقط به من اطلاع میدن. یعنی چه؟ کی گفت اونا مقصرن؟ شما نباید هر حرفی که میشنوید قبول بکنید. آخه مگه من تا حالا به شما دروغ گفتم؟ چرا حرفای منو باور نمی‌کنید پدر؟ بگید من با اونای دیگه چه فرقی دارم؟ میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو پسرمی، ولی پسری که باعث شرمندگی منه. شرمندگی؟ اگه این حرفا سرت می‌شد، الان وضعیت من خیلی بهتر از اینا بود. قفشا! دیگه نمی‌خوام روی نحستو ببینم. پسر اینقدر سر صدا نکن. مگه مجبور هر یه لحظه مشروب بخوری؟ جام سوا اجازه جون هرچی مرغ دو با طبق کشمیش فقط بکی تو بود. چرا اینقدر صرف جون؟ امروز صبح موقعی که داشته تو خیابون لباساش از تنش در می آورده، پاسبان جشن به موقع رسیده آوردتش اینجا. جون شما من خدا اومدم جسمن نهی برد. وای بقیر یه پسر یه خورده آب بریز رو سر این. رفتم که رفتم آب بیرید. رفتم که رفتم. راستی خیلی عجیبه، مثل اینکه مجبور مشروب بخوره. این سومین مرتبه که آوردنش کلانتری. خب من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. Oh,
چی دست هم بزیره؟ سر کن خون نظر زیاد بهت نزدیک بشه، سعی کن مسابقه را ادامه بدی، رونده آخر بایمه میفهمی؟ مواظب باش. آره کلا خیلی عالی بود، دلم میخواد این دفعه کار که تموم کنی باری میده چی کار میکنی؟ نگاه کن داره حالش جا میاد. چرا وایسادی منو نگاه میکنید؟ چرا حرف نمیزنید؟ مگه چی شده؟ مراد بهتره هر چی زودتر از اینجا بری. برای چی؟ چطور شده منو چه؟ ایچی تو بهش بگو. خب بهش بگین دیگه. مراد بهروز بیرون منتظرته. منتظر منه؟ آره. خب بیا تو. الان خودم صداش میکنم. بهروز اگه نمیترسی بیا تو. شما همینجا باشین اگه خواستم صداتون میکنم. خیلی خب ما همینجا میمونی. باشه. وایسی. چرا تو اومدی؟ خودش ترسید بیاد؟ خودش بیرون منتظره تبی بریم. هر کی با من کار داره بیاد اینجا، من با کسی کاری ندارم. ولی اون نمیخواد اینجا بیاد. آره میدونم چرا نمیاد. گوش کن مراد، این حرفی که من میزنم به نفته. اون میخواد تو رو جای عسکر بذاره. بهتره که پیشنهادش قبول بکنی. بالاخره نمیفهم جوابش چی بدم. هر چی اشکاته از طرف ما وکیلی. ولی مراد بهت بگم اگر قبول نکنید به ضرر تموم شه. هر غلطی که دلتون میخواد بکنی. بسیار خب، پس به هم مربوط نیست. نگاه کن. چیه؟ اگه به روسان خیلی دلش میخواد منه ببینه فردا بیاد بالای آسمون خراش. خیلی خب. باشه ولی بریم مچا. یالا مراد نمیخواد بری. این شخص خیلی خطرناکه. ولی حتما باید برم. آخه اگه نرم دیگه نمیتونم تو صورت رفقام نگاه کنم. گوش کن مراد، میخوام یه چیزی بهت بگم، اما ممکنه باور نکنی. تو تنها پسر من هستی، من در این دنیا فقط تو رو دارم.
اگه برای تو یک وقت اتفاق بیفته فکر نمی‌کنی من چیکار باید بکنم؟ چرا نمیاد بریم؟ میری؟ بله باید برم. پس مواظب خودت باش، ناراحت نباش. ببین چرا مراد نایمه؟ بله خب ممکنه منصرف شده باشه. به عقیده من اگه نیاد خیلی بهتره، کار خطرناکیه. نگاش کن مثل اینکه دو دله. مراد پس چرا اینقدر معطل کردی؟ ده. سیگار بدینم. بدین بچه ها. راستی ببینم مراد، تو هنوز به تصمیم خودت باقی هستی؟ آره اوشنگ دارین، ناراحت نباش. اگه اینطوره باید خیلی مواظب باشی، چون این روزی که من میشناسم آدم خیلی خطرناکیه. باشه. پلوی ماشین منتظر من باش، من همین الان میام. برو معطل نشو، برو. آخه مقصود از این حرفا چیه؟ گفتم که اون ناخوش شده مجبوری مسابقه رو عقب بندازیم. بله جانم، یه نفر دیگر رو در نظر گرفتم، فهمیدی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. چی؟ نه جانم، یه طوری ترتیبشو میدم. آخه مجله مطالعه نمی‌کنی؟ آره آره، امروز نتیجه‌شو بهت خبر میدم. ها؟ مرسی. مطمئن باش، حتما. چی؟ بهت قول میدم. نه نه، یکی دیگر رو فعلا در نظر گرفتم. مطمئن باش، خداحافظ. نه بلند نشو، بشین بشین. مراد، شنیدی داشتم با مربی نادر صحبت میکردم. چی؟ نادر، همون که به شکست ناپذیر معروفه. آها، فهمیدم. مراد من تصمیم گرفتم که تو با نادر یک مسابقه بدی. من؟ من با نادر مسابقه بدم؟ آره تو؟ مگه چیه تو از اون کمتره؟ فرس که هستی، ضربات هم قویه، از اون گذشته روحیت هم خوبه. من مطمئن هستم که تو موفق میشی. همه اینا درست، ولی شما شوخی نمی کنین؟ شوخی؟ چه شوخی؟ مگه با خودت اطمینان نداری؟ مگه بی خود لقب شکست ناپذیر به نادر دادم؟ هیچ کس حریف اون نمیشه. من چطور باش طرف بشم؟ این غیر ممکنه. هر طور میلته. اگه فکر میکنی نمیتونی حریفش بشی، من حرفی ندارم. هنوز جواب قطعی بهش ندارم. لابد میترسی. من از هیچ کی نمیترسم. خیال میکنی نمیتونم حریفش بشم؟ اگر فکر میکردم تو نمیتونی حریفش بشی، اصلا صحبت نمیکردم. اما فعلا نادر از تو قوی تره. پس در این صورت تنها یک راه وجود داره. بله مراد، یک راه باقیه. خیلی خوب باشه، امتحان میکنیم. مسابقه میدیم. باید معلوم شه کی قوی تره. اوه، من که سر از کار این پسره در نمیارم. مثل اینکه خیلی خسته شدی، نه؟ آره بابا، یه ساعت منتظرتم ده. داشتم با مدیر باشگاه صحبت میکردم.
فکر نکردی بچه ها منتظرتن؟ ببینم راجب چی صحبت میکردی ها؟ هیچی، به من میگفت بیا با نادر مسابقه بده. بیا بریم. حالا یه کارت به جای رسه که با نادرم مسابقه میدی؟ چطوری آفسه؟ دسته یه دوغ بیار ببینم. بله خواب. خواب چطوری جیگور؟ بیکاری بابام برا خود دارد سار درست میکنی اخی؟ چی گفتی؟ بیا اینا درد سر درست میکنن، حالا نشونشو میدم. بیا جلو ببینم پسر چی میگی؟ مواظب باش بیمار رفا بیبری منو چه؟ ولن کن بذار اسلامشو برسم بعدا خدمتش میرسیم. آخه دیدی چی کار کردیم؟ تو نمیشه آدم جوابشو نده. نگاه کن مراد اومد. چطور شده بچه ها؟ یه چه یارو بی معرفت در ما شاخشونه میکشی. آم خاریاتی کردی ها. نا گفتم این کارو نکن جانم. برو اونجا رمافان رو روشن کن. برو کنار های دست بزنی دست رو قطع بکنم ها. اگه خیلی دلت میخواد دست قطع کنی بیه دست من رو قطع کن. چطور؟ دست تو رو قطع کنم؟ ملم کنید، خجالت بکشید. آخه این چه حرکتیه؟ باخار که خیلی خوشمزه. حالت چطوره؟ بیارید کنار ببینم، این چه ماسخره بازی عجیبه. حالا به دیگر بفرما بیرون شما یه ذره هوا بخور آقا جان. خواهش میکنم اگه اون شما بفرمایید بیرون. تو کافی من جنگ جنجال دابا مرافع نیست. بفرمایید دیگر اینجا نیای. سب کنیم بچه ها، منم اومدم. سب کنیم. آهای حسان، حسان شما کجا میری آقا جان؟ برگرد به سر کاری بازش در آوردی چرا؟ ما سر بازی در آوردی. آدم نمیدانه چه خاکی به سرت بریزه. شاسی کاپو تو بکش ببینم. اینم شاسی کاپو. اون آچار دو رو قدر بیار. آچار دو اینجا نی؟ همون تو داشبورده. من که بهداشت نکردم. خسرو تو برو. بله خواه. راست میگه بابا، آچار ماچار اینجا پیدا نمیشه. چیزی نبود اونجا مرا. ما بریم شاید یه آچار ماچار پیدا کنیم. بیا بریم که این کافه بینیم آچار چیزی گیر میاریم. بریم بریم بریم. بریم.
خیلی خوب بود. شما یک کمی تو اتاق، ما شما خوب بود. فرمایشی داشتی؟ ماشینمون خراب شده. شما آچاری نداری که ما بدی؟ ماشینتون کجا؟ همینجا. خیلی دوره؟ نه نه نزدیکه. خیلی خوب، الان میتونم. خیلی بود. خیلی خوب بود. شما بیاد. شما خوب هستیدی. ببینم شما اومدین اینجا کار. نه مادمازل، ماشینمون خراب شده. همین نزدیکی ها؟ بله بله، همین نزدیکی ها. خیلی خوب شد. میفرمایید؟ نمیدونم اینا چطور شدن. بهتره تو بری پیششون ببینی چی کار میکنن. برو. خیلی خوب. نگاه کن زود برگردی ها فامیلی. خیلی خوب. آره ممکنه خواهش کنم چند دقیقه اون گیتارتون بدی من بزنم؟ مرسی. آزه شروع. متشکرم. چی کار میکنی؟ بیا این دیگه. تو بیا بالا. چیچی رو تو هم بیا بالا. بی بریم. سرت کلا میره. چی گفتی؟ آه. هیچی، میگم بیا بالا. همه اینجا جمع هم. خیلی به همون خوش میگذره. تو هم دلت خوش ها. اگه شما نمیان من برم. اصلا میدونی من هیچ حوصله ندارم. به بچه ها بگو من رفتم. خداحافظ. بابا اینم گذاشت حالا باید پیاده راه رو جذب کنیم. اینا هم میگن رفیق. صبر کنی، این نشد، از دو شروع کنی. دلم میخواد یه خود فرد باشی. باریکلا. آه خوبه؟ خیلی خوبه. چپ، راست، چپ، راست. آها خوبه، خوبه. خیلی خوب، بس دیگه. خیلی خوب بود. حالا یه دورم دور میدون بدو. چی بابا، خسته شدم دیگه، ولم کن. حسابی اینکه تو برای مسابقه باید خودتو آماده بکنی. نمیتونم بابا، خسته شدم. مگه زوره؟ ده به این زودی خسته شدی؟ پسر پس چرا بی خودی لقب شکست ناپذیر رو خودت گذاشتی؟ اگه بخوای اینطوری پیش بری در مسابقه شکست میخوری. میگی نه؟ از این آقا بپرس. اینطور نیست آقای مربی؟ چرا میداره؟ اگه مغلوب اینطور نیست آقای مربی؟ شرمی داره. اگه مغلوب بشه من خیلی ضرر میکنم. حتما باید ببره. بهش
ببین کی اومده. خودشه، برام بچه ها رو خبر کنم. راستی چند روز این پسر مراد رو ندیدیم؟ همین روزا میبینیمش و حسابش رو میرسیم. تغییر رو نگاه. چیه؟ بچه ها با من بیاید مراد اونجاست. با دارید واه واه چه عجب. حالت چطور آقا؟ به سر این طرف ها چی کار میکنی؟ هیچی، دلم براتون تنگ شده بود، گفتم بیام اینجا ببینم. اینجا راستی؟ مگه من حق ندارم بیام اینجا؟ اوه نه نه نه، صبر کن، جلو نره، یواشتر. چطور؟ خب مبارک باشه، شنیدم میخوای با شکست ناپذیر مسابقه بدی. ببینم من غیر از تو کسی رو گیه نیواردن. نه درست فهمیدی. میدونی چرا این کار قبول کردم؟ برای اینکه دلم خواست. با اجازه، تو رو به خدا ندا کن، این میخواد با شکست ناپذیر مسابقه بده. اونجا رو بچه ها دارم میان الان که حساب یارو رو برسن. از اون طرف ببینم چی کار میکنین. تو کجا میری بیبری؟ پدرم میدونه من امروز میرم؟ آره من بهش گفته بودم. نمیدونم چرا تا حالا نیومده. ممکنه عصبانی شده باشه. اما هر طور هست میاد. وقتی اومد این نامه رو بهش بدی. خیلی. رضا جون تاکسی منتظره. خب من دیگه میرم. چیزی به حرکت قطار نمونده. شما هم نمیخواد به ایستگاه بیایید. راستی نامه واسمون زود زود بفرست. بسیار خوب. رضا تو صحباتی یادت نره ها، برای من چیزه ای رضا، رضا جون وایسا از در نرو بیرون، باید از این قرآن ردت کنم. وایسا مطمئن باش خواهر جان، زود برمی گردم. بیا خدایا به امید تو. برو خدا به همراه. سفر به خیر. خدا بسخواه. خب دیگه بهت سفارش نمی کنم. فکر میکنم بابات اومده باشه ایستگاه. اگه ندیدیش حرفی نداره بهش بزنم. نه برو آقا. رضا جون زود برگرد. خدا حافظ. خدا حافظ.
منه. چه فرقی میکنه شما اون میز بشه؟ آخه من قبلا اینجا رو رزم خیلی خوب منه میمونه منه ندار دعوا نکن خواهش میکنم بزر بینم چی میگه؟ من میشینم اونجا منه نداره بری تمام شد این مردی که هنوز شام نیاورد بخوره پر آره پپسی قبل از شام اشتها میاد Thank you.
مواظب وارد باش ها خوبه زود سریع ها اینجلا خیلی سریع حمله کن زود بزن ضربهاتو ببین مرسی بد نیستم مسابقه کی شروع میشه؟ پس ساعتشم خوب تمرین میکنی؟ یه کمی حتماً برنده میشی مرسی امشب تو کاری نداری؟ چی کار داری؟ بیا بریم کافه باشه میام پس منتظرت هستم Yo soy un barranquillero, yo no soy de por ahí, yo soy un barranquillero. La gente está conmigo, que yo no me meto, la gente está conmigo, que yo no. اکنون یک آهنگ ترکی توسط مادمازل روزا Üsküdar'a gider,
elle karışır. Katibimle kolumda gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim, ben katibim, elle karışır. یعنی تو فکر میکنی که من برنده بشم؟ اگر تمرین بکنی ممکنه. تمرین تو خیلی خیلی قویه. خیالت راحت باشه. پس شمچ تو بسید جن من. زودتر. خواهش میکنم بیتون دیگه. از سای میارم. پیاز یادت نره. بسیار. پیاز خیلی ویتامین داره. به سلامتی. همیشه بخور. به سلامتی. نگاه کن اگر داری موسیقی. هر معروف بشه. گوش بده بده چی بگم، زیاد نمیخواد خودت خسته بکنی ها، استحامتش خیلی زیاده، میفهمی چی بگم؟ صورت جلسه که خواسته بودی بسیار خوب. راستی بگید ببینم، همشون اقرار کردن؟ بله جناب رئیس، هر دو نفر اقرار کردن. خب باشه تا بعدن رسیدگی بشه. ببینم به منزل این پسر رضا تلفن کردی؟ بله جناب رئیس. تلفن کردیم ولی پدرش نبود. من فکر نمی‌کنم او مقصر باشه جناب رئیس. البته صحیحه. منم نگفتم او مقصره، ولی بهتره با پدرش صحبت کنیم تا قضیه روشن بشه. در هر صورت این به نفع خودشه. همینطوره. بفرستش تو. بشین پسر. برو تو اتاق رئیس، کارت داره. خب چطوری پسر؟ حالت بهتر شد؟ اونا 5 نفر بودن. خب من قصد دعوا نداشتم، ولی 2 نفر اونا ریختن سر من. من دیگه چیز نفهمیدم. عجیبه. یه وقت دیدم همه دارن فرار میکنن، منم خواستم فرار کنم که پاسبانا منو گرفتن، بعدم آوردنم اینجا جناب سرگرد. بسیار خوب. پس در این صورت تو هیچ تقصیر نداری، ولی باید سعی کنی در آتیه در این طور جریانات وارد نشی، چون به صلاحت نیست. بفرمایید. سلام عرض میکنم جناب سرگرد. استدعا میکنم، بفرمایید. وقتی تلفن کردم من منزل نبودم. صحیح. الان که موضوع رو گفتم فوری خودم اونجا رسوندم. بابا جون حالت چطوره؟ ناراحت که نیستی؟ نه پدر، ناراحت نیستم. لطفاً هر چی شده به من بگی. بسیار خوب. من میخوام همه چیزو بدونم. شما نمیتونید باور بکنید وقتی که من و مادرش از این قضیه مطلع شدیم چقدر ناراحت شدیم. ولی خوب دیگه چیز مهمی نیست، فقط میخواستم راجع به پسرتون صحبت کنم، ولی حالا دیگه فکر میکنم که لازم باشه. ببخشید، این واقعه به کلی حواس منو پرت کرده. سیگار؟ نه مرسی، متشکرم، من سیگار نمیکشم. خوبه. منم اطمینان داشتم که در این جریان پسرم رضا اصلا تقصیر نداره جناب سرگرد. به هر حال این واقعه من و مادرش کمی ناراحت کرده. بله همینطور که گفتم پسرتون در این موضوع تقصیری نداشته، و حالا هم که با هم صحبت کردیم قضیه کاملا روشن شد. شاکم که در بین نیست. خب اگه اجازه میفرمایید برم. خواهش میکنم. مرحمتون زیاد، خوش آمدید. بفرم. رضا بیه برید. مرحمتون زیاد. مرحمت زیاد. خدا بفرم. بیا تو، مادرت میخواد ببینتت. آمدی رضا جون؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ بلم کن، چیزی نشده مادر. مگه چطور شده؟ موضوع مهمی نیست.
ولی هیچ انتظار نداشتم رضا داخل این کارها بشه. آخه به من بگی چطور شده؟ رضا جون خودت بگو. آخه من هرچی بگم که باور نمی‌کنم. نه اینطور نیست رضا. حرف تو باور می‌کنه. من میدونم تو مقصر نیستی. منم نگفتم که تو مقصری. اگر مقصر بودی حتما تو کلانتری نگهت می‌داشتم. به هر حال از تو انتظار دارم کاری نکنی که باعث بدنامی ما بشی. قدری هم فکر پدرت باش. این چه حرفیه میزنی هوشنگ؟ رضا که کاری نکرده. رضا جون تو برو بشین تا برم برات یک چیز خنکی بیارم. پدر، میخواستم با شما یک کمی حرف بزنم. بسیار، بنش، من حاضرم. موضوع اینه که من هرچی فکر میکنم میبینم حق با شماست. این منم که باعث ناراحتی شما میشم. به همین جهت تصمیم گرفتم برای خودم یه کاری پیدا بکنم. خیلی خوبه، من خودم همیشه اینو به تو میگفتم. این تنها آرزوی منه یه روز جای منه بگیری. درسته پدر، ولی چون یه کمی انگلیسی میدونم میخواستم در یکی از شرکت‌ها با شغل مترجمی استخدام بشم. محل کارم تبریزه. تا دو روز دیگه‌ام باید خودم معرفی کنم پدر، و الا من چه نمیتونم باور بکنم. آخه چرا نمیاد پیش من کار بکنی؟ اگه میخوای ما رو ترک بکنی یه موضوع دیگه است. نه پدر، موضوع این حرفا نیست. من باید برای خودم یه کار مستقلی داشته باشم. نمیخوام سربار شما باشم. نه جان من، این طرف یه میزنی. سلام بابا جو، فردا تعطیل شهلا میخواد با مامانش بره اوشون، میذاری منم برم؟ خیلی خوب پروین، بعدا صحبت میکنیم. رضا، بله. تو هم باید فکر تبریز رفتن از سرت بدر بکنی و الا پسر من نیستی. چشم، حالا با اجازه شما چون خسته هستم میرم استراحت کنم. خیلی خوب برو. خب تو چی میگی؟ هیچی بابا جو، میخواستم فردا با شهلا اینا برم اوشون. رضا کو رفت بالا تو اتاقش استراحت بکنه. پس چرا من ندیدمش؟ بابا جون حتما از خونه رفت. باریکالله باریکالله، مستقیم بزن. آه خوبه، با چپت کار کن. اگه چپت رو قوی کنی دیگه هیچ کس حریفت نمیشه. آه برفرض که چپم قوی بشه چه فایده ای داره؟ آخه من که نمیخوام برم تو مسابقه شرکت کنم. میخواستم درباره همین موضوع باهات صحبت کنم. حالا باشه، بعدا کار دارم. یه خورده تندتر، سریعتر، ها؟ خوبه؟ باریکلا، باریکلا، ها؟ خوبه؟ آها، گارد بسته باشه، آها، بیا بالا، دست بالا بگیر، خوبه، چپ، ها؟ صبر کنی ببینم، صبر کنی ببینم، تو چرا حمله نمی کنی؟ نیم ساعت تمرین میکنم، خسته شدم. خب اگه اینطوره برو لباساتو بپوش، فردا بیا تمرین کن، برو جانم، برو. خیلی بیا، اینم دستکشا. مربی تو رینگ تمرین کن. خب شروع کنید بچه ها. با من کار داشتی؟ نه. آها راستی شما رو پای تلفن می‌خواستم. آها راجع به طبقه است حتما. مراد فوری لباسات بوش بی، دفتر کارت دارم. خب دیگه من برم لباسامو بپوشم.
از بچه ها چه خبر؟ چه دوش و تنهایی اومدی اینجا؟ بچه ها رفتن پیش اوشنگ، منم فرستادن عقب تو. بیبریم دیگه، دیر میشه. خیلی خوب، برم لباسامو بپوشم، همین الان میام. اما راستی اول باید برم دفتر. ماشین رو از اون پاش خودت بیا. بابا شما هم اینجایی؟ آره. رفیقمون اون بالا؟ آره اون بالا هست. شما اینجا باشی، من برمی جاید. جای مرا مراد چرا پایین نمیای؟ چرا اون بالا نشستی؟ سب کن، کجا داری میری؟ مراد وایسا حرفامونو بزنیم مراد. حقل من میگشتی؟ گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. ما دیگه حرفی نداریم با هم بزنیم. اگه اینطوره پس بیا بگی. Thank you.
این که بهروزه، مثل این که برده؟ برده؟ شهادت می‌دهم.